All around the world, people have been captivated by the extraordinary rescue of the 33 miners. مردم سراسر دنیا مسئول عملیات فوق‌العاده‌ای بودند که برای نجات 33 معدنچی در شیلی انجام گرفت. 5 اوت بود که معدن فرو ریخت. برای 17 روز ارتباط معدنچیان با دنیای خارج قطع شد. ولی 69 روز بعد تک تک آنها به سطح زمین برگردانده شدند. حادثه‌ای که به راحتی می‌توانست پایانی فاجعه‌آمیز داشته باشه، به پیروزی و جشن تبدیل شد. سباستیان پینیرا رئیس جمهوری شیلی طی عملیات نجات بارها در محل معدن حاضر شد. او روز پایان عملیات در محل حضور داشت و از تک تک معدنچیان هنگام رسیدن به سطح زمین استقبال کرد. آقای پینیرا مهمان من در این بخش ویژه برنامه هارتاک است. لندن اولین توقف او در سفرش به اروپا است. او امیدوار است بتواند از موفقیت عملیات نجات بهره برداری کند. او گفت وقتی مردم دنیا از شیلی نام میبرند، نباید ژنرال پینوشه دیکتاتور نظامی برایشان تداعی کند، بلکه باید توانایی این مردم را هنگام اتحاد ببینند. پرزیدنت سباستیان پینیرا به برنامه هارتاک خوش آمدید. خیلی ممنون برای این فرصت. لحظه‌ای که معدنچیان نجات پیدا کردن لحظه عالی بود، ولی انتظار نداشتید شاهد چنین لحظه‌ای باشید. درسته. اون لحظه پر احساسی بود، چون تمام کشور و شاید تمام دنیا برای جستجو و نجات کارگران متحد شده بودند. لحظه شروع رو خوب به یاد دارم، 5 اوت بود. ما همون لحظه اول متوجه شدیم که موضوع بسیار جدیه. معدنچی‌ها در عمق 700 متری زیر کوه‌ها گیر کرده بودند. تلاش برای نجات اونها کار بسیار مشکلی بود. متوجه شدم که شرکتی که صاحب معدنه توانایی عملیات جستجو و نجات رو نداره. تصمیم گرفتم که دولت رو مسئول و متعهد به عملیات جستجو و نجات کنم. من گفتم این کار رو با همون تعهدی انجام میدیم که برای پسران خودمون انجام میدادیم. گفتم ما از همه منابع و امکانات استفاده میکنیم و این کار رو کردیم. مشاوران شما گفته بودن که شانس پیدا کردن اونا کمتر از 2%. بله، به خصوص در 17 روز اول ما نمیدونستیم که اونها کجا هستن. ما نمیدونستیم آیا زندن یا مرده، ولی ما هیچ وقت باورمون رو از دست ندادیم و به جستجوی خود ادامه دادیم. در مورد روزی بگویید که محل معدنچیان رو پیدا کردند. روز غیرعادی برای شما بود. یک روز غیرعادی بود، چون همان روز پدر همسر من فوت کرد و من تمام شب قبلش رو با او گذرانده بودم. آخرین حرفایش این بود که ناامید نشوید و به جستجو ادامه دهید. آنها زنده اند. وقتی همسرم را دیدم، او به من گفت که به محل معدن بروم. او گفت امروز اتفاقی خواهد افتاد. من به محل معدن رفتم. قبلا چندین بار آنجا رفته بودم. این پنجمین بار بود. روز یک شنبه 21 اوت بود. وقتی به آنجا رسیدم، آن یادداشت معدنچیان به دستمان رسیده بود. لحظه بسیار پر احساسی بود. فهمیدیم آنها زنده هستند. در یک سرپناه، همه 33 نفر. آن یادداشت چطوری از اعماق زمین به دست شما رسید؟ قبل از اینکه شما به محل معدن برسید یا بعد از اون؟ 10 دقیقه قبل از رسیدن من بود. معدنچیان یادداشت خود را به مته حفاری چسبانده بودند. وقتی مته بیرون آمد، یک نفر آن را دید. آن را با خودم اینجا هم دارم. شما یادداشت همیشه با خودتون دارید؟ از اون وقت همیشه با منه. اون را به ما نشون بدید. این اصل یادداشت یا کپی اون؟ این کپیه. اصل اون رو روی میز کارم در لامونرا دارم، در ساختمان نخست وزیری. در یادداشت نوشته شده حالمان خوب است، در سرپناه هستیم، همه 33 نفر. یعنی تمام اطلاعاتی که لازم داشتیم. از اون لحظه به بعد موج شادی و مسرت همه جا را گرفت. مردم از خوشحالی اشک می‌ریختند. لحظه بسیار پر احساسی بود. من فکر می‌کنم بیشتر خبرهای بین‌المللی خبرهای بدی هستند، مثل 11 سپتامبر، زلزله یا خبرهای از این دست. ولی این داستانی بود که شروعش یک تراژدی بود، ولی پایانش یک موهبت الهی. خب شما این خبر رو گرفتید که اونا زندن، که خبر فوق‌العاده و شگفت‌انگیزی بود. ولی حالا شما باید آنها رو از اعماق 700 متری زمین بیرون می‌آوردید. چطور با چنین مسئولیتی برخورد کردید؟ We had planned in advance how to rescue them.
برنامه ریزی کرده بودیم که چطور اونها را نجات بدیم. من خیلی مطمئن بودم که اونها زنده اند. تمام اون مدت نوعی صدای درونی به من میگفت که اونها زنده اند. هر بار که به محل معدن میرفتم، خانواده کارگران، همسران، پدران، مادران اونها به من میگفتن که اونها زنده اند. تسلیم نشو. ولی شما باید تردید هم کرده باشید، چون حالا که ما اینجا نشستیم میدونیم که چه اتفاقی افتاده، ولی تو اون مرحله بعد از اون همه مدت بیخبری شما هم حتما تردیدایی داشتید. شاید، ولی ایمانم از تردیدهام قوی تر بود. برای همین ما از پیش برنامه ریزی کرده بودیم که چطور اونا را نجات بدیم. یادمه وقتی با وزیر انرژی دیدار کردم و گفت که ما برای نجات اونها سه نوع تکنولوژی داریم، ولی باید تصمیم میگرفتیم کدوم ریک رو به کار بگیریم. چون ماشین ممکنه اشتباه کنه، ولی ما نباید اشتباه میکردیم. از همون لحظه اول رویکرد ما اینطور بود که هر کاری که از دست ما به عنوان انسان ساخته است را انجام بدیم. در این حال من یک انسان معتقدم. ما به درگاه خدا دعا کردیم و بسیار ممنونم چون دعای ما مستجاب شد. شما میگید که این سه امکان تکنولوژی رو به کار بردید. گفته بودن که عملیات ممکنه 4 ماه طول بکشه، ولی در نهایت 69 روز طول کشید. در اون 69مین روز بود که شما در معدن در محل عملیات ایستاده بودید. تصاویری داریم از لحظه‌ای که اولین کارگران ظاهر میشن. فلورنسیو آولوس، بعد ماریو سپرودو، فانیلانتس. به ما بگید اولین لحظه‌ای که اونا بیرون اومدن چه احساسی داشتید؟ من و همسرم چند بار به محل معدن رفتیم و لحظه‌هایی رو با خانواده‌هاشون گذروندیم. اونها برای ما فقط 33 کارگر نبودن، ما همسرها و والدینشون رو میشناختیم. برای همین وقتی اولین آنها فلورنسیو آولوس بیرون آمد، من نتوانستم جلوی احساسات خودم رو بگیرم. این لحظه ای بود که ما برای رسیدن به آن خیلی سخت تلاش کرده بودیم. وقتی متوجه شدیم که به لحظه نجات اونها رسیدیم، لحظات پر احساسی بود. ما هیچ وقت این لحظه رو فراموش نمی کنیم. وقتی ماریا اون همه تکه صخره رو در ته کپسول با خودش آورد. ماریا اون همه تکه صخره رو با خودش آورده بود. من یکی از این تکه ها رو برای دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا آوردم و یک تکه برای ملکه الیزابت دوم. عملیات فوق‌العاده‌ای بود. 24 ساعت طول کشید و همه چیز خوب پیش رفت. شما گفتید که دعاهای شما برآورده شد. فکر می‌کنید که نجات اونا یه معجزه بود؟ معجزه واژه خیلی بزرگیه، ولی فکر می‌کنم که این فقط تلاش بشری نبود. من از همون لحظه‌های اول گفتم که هرچی از دست بشر ساخته باشه ما انجام میدیم، ولی نهایتاً زندگی و سرنوشت آنها در دست خداست. و این اعتقاد را هم خانواده ها داشتند، چون همه آنها بسیار با ایمان بودند. من نمیگویم که معجزه بود، ولی فکر می کنم دست هایی پشت من بود، دست هایی قدرتمند. اونچه که معدنچیان در این 69 روز تجربه کردند سخت بوده و حالا آنها با چالش هایی روبرو هستند. چالش های زیادی. بعد از این 70 روز آنها همان معدنچی های قبلی نیستند، مثل اینکه دوباره متولد شده باشند. مردم شیلی هم دیگر همان مردم قبلی نیستند. دولت شیلی هم همینطور. ما حالا متوجه شدیم که اگر متحد باشیم میتونیم به هدفهای بزرگی برسیم. معدنچیان باید زندگی جدیدی رو شروع کنند. مردم شیلی و دولت شیلی باز هم با چالش‌های جدیدی روبرو خواهند شد. میخوام صحبت رو روی خود معدنچیان نگه داریم. شما به آنها دوره 6 ماهه کمک‌های روانشناسی پیشنهاد کردید. شما یکی از معدود افرادی هستید که با تک تک معدنچیان صحبت کردید. چه چیزی در مورد اونا توجه شما رو جلب کرده؟ توصیه شما به اونا چی بوده؟ وقتی آنها آن زیر گیر افتاده بودند، من خودم بارها تلفنی یا از طریق ویدیو با آنها صحبت کردم. خوب به یاد دارم که یکی از آنها، لوئی سوسو، گفت آقای رئیس جمهور، من اینجا فرمانده هستم. وقتی وظیفه‌ام رو اینجا انجام دادم، فرماندهی رو به رئیس جمهور واگذار میکنم و این زمانیه که همه 33 نفر سالم به سطح زمین برسن. و وقتی اون بیرون آمد، باز هم لحظه بسیار پر احساسی بود. گفت ببین، اون آخرین معدنچی بود که بیرون اومد، لوئی سوسو. بله، او گفت من فرماندهی رو به شما واگذار میکنم چون وظیفه‌ام رو انجام دادم. یک رهبر خوب تا زمانی که همه همراهاش صحیح و سالم خارج بشن مسئولیتش رو ترک نمیکنه و اون انجام داد. نقل قولی از او بکنم. من فرماندهی رو به شما واگذار میکنم و امیدوارم این دیگر هرگز اتفاق نیفتد. بله. اون گفت من به شیلیایی بودنم افتخار میکنم. وقتی شما به این مسئله فکر میکنید که حادثه این چنین دیگه اتفاق نیفته، چه چیزی مد نظر شماست؟ در این مورد چه کسی رو مقصر میدونید؟ صاحبان معدن، ناظران اجرایی یا دولت؟ We cannot guarantee that
ما نمیتونیم ضمانت کنیم که در آینده هیچ حادثه ای رخ نخواهد داد، ولی ما میتونیم یک چیز رو ضمانت کنیم و آن اینکه ما تمام آنچه رو که ضروری است انجام میدیم تا در کشور معادن ایمنتری داشته باشیم. البته این مسئولیت صاحبان معادن بود، چون آنها تمام قوانین شیلی رو رعایت نکرده بودند، ولی در این حال این مسئولیت دولت شیلی هم هست، چون ما نتوانستیم اطمینان حاصل کنیم که قوانین اجرا شده. با صاحبان معدن صحبت کردید؟ نه. به اونا گفته شده تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. شما گفتید که اونا کوتاهی کردن. بله، فکر میکنم آنها کوتاهی کردن و مسئولیت دارند. آنها قوانین شیلی را رعایت نکردند. کارهایی را که توصیه شده بود انجام ندادند. مثلا در تمام معادن باید یک راه دوم خروجی تعبیه شده باشد، ولی آنها این کار را نکرده بودند. ولی گفته میشه در سال 2007 به علت مرگ چند معدنچی معدن بسته شد و به اونها گفته شده بود که پیشبینی‌های ایمن را بکنند و آنها این کار را نکردند و اونها این کار را نکردند و با وجود این اونها یک سال بعد از اون اجازه یافتند که معدن را دوباره را بندازند و این تقصیر ناظران اجرایی است، اینطور نیست؟ بله، سال 2008 دولت قبلی سر کار بود. ما تصمیم داریم کل ساختار نظارت اجرا را تغییر بدیم. اما فقط چیزی بگم، ما داریم امکانات مورد نیاز ناظران را افزایش میدیم تا بتونن به طور کارآمدتری نظارت کنند. ما بودجه سازمانهای نظارتی را 3 برابر میکنیم. ما این تغییرات را انجام میدیم چون از این حادثه درس گرفته ایم. ما قوانین را بازنگری میکنیم تا بتوانیم از قوانین درجه 1 جهانی اقتباس کنیم. این تغییرات فقط روی کاغذ نخواهد بود، بلکه تغییر در عمل و در زندگی واقعی مردم خواهد بود و به همین دلیل ما می‌خواهیم توانایی خود را برای اجرای این قوانین افزایش بدیم. جیمی سانچز، یکی از این معدنچیان که گرفتار شده بود، گفت که این کار همیشه خطرناک بوده. وقتی کسی صدمه می‌بینه بهتره شکایت نکنه وگرنه اخراج میشه. یک فرهنگ سکوت حاکمه. و این یکی از دلایلی که معدنچیان درخواست کردند دولت شیلی یکی از پیمان‌های سازمان بین‌المللی کارگری رو تصویب کنه. پیمان‌نامه 176 این سازمان در مورد سلامت و ایمنی کارگرانه. ملحق شدن به این پیمان‌نامه به معدنچیان اطمینان خاطر میده بدون ترس حرفشون رو بزنن. شما این پیمان‌نامه رو تصویب خواهید کرد؟ بله، ولی اگر ترسی وجود داره یا فرهنگ ترس، میتونم ضمانت کنم که این دیگر تمام شده، چون ما رسم جدیدی رو در کشور بنیان گذاشتیم. ما تلاش جدیدی رو در کل کشور به وجود آوردیم. روش جدیدی رو در حمایت از زندگی، شرافت و سلامت کارگرانمان برای تبدیل شدن به یک کشور توسعه یافته. ما باید استانداردهای درجه 1 جهانی رو به کار گیریم و این کار رو ظرف 90 روز آینده خواهیم کرد. پس به طور قطع شما به پیمان‌نامه 176 سازمان بین‌المللی کارگری در مورد معادن می‌پیوندید. این چیزی است که کارگران معدن خواهان اونن، چیزی که اتحادیه‌ها هم درخواست کردند. شیلی تمام قوانین بین‌المللی را تصویب کرده و این هم یکی از آنهاست که تصویب خواهد کرد. پس شما اونو تصویب خواهید کرد. این یکی از اون قوانینیه که تصویب نشده و برای همین درخواستش رو کردن. بله، اما کاری که ما می‌کنیم این است که از کارگران می‌خواهیم هر وقت مشکل ایمنی وجود دارد حرفشان را بزنند. همینطور از کارفرمایان می‌خواهیم که بیشتر احتیاط کنند. ولی این کافی نیست. در نهایت این دولت است که مسئولیت دارد. دولت مسئولیت دارد که نه تنها استانداردها را تعیین کند، بلکه اطمینان حاصل کند که این استانداردها در عمل اجرا می‌شود و ما به شدت در این زمینه تلاش می‌کنیم. به خاطر داشته باشید که دولت ما فقط 7 ماه از سر کار آمده و در این مدت یکی از شدیدترین زلزله‌ها در تاریخ بشر را داشتیم. چالش‌های بسیاری در روبروی ماست، ولی سارا، باور کن که ما تسلیم نخواهیم شد. ما تلاش می‌کنیم تا قوانین کار را بهتر کنیم و این کار را با همان ایمان و تعهدی که با آن معدنچیان را نجات دادیم انجام خواهیم داد. با وجود تمام هزینه‌هایی که این کار برای صاحبان معادن ایجاد می‌کنه، فکر می‌کنم وقتی ما جان انسان‌ها را نجات می‌دیم، هزینه‌ای نکردیم، بلکه سرمایه‌گذاری کردیم. اگر ما فرهنگ واقعی حمایت از جان انسان‌ها را داشته باشیم، صنعت معادن ما خیلی بهتر از اینها خواهد بود. شما گفتید دولت شما مدت کوتاهی تو قدرت بوده، ولی شما قبول کردید که معدنچیان از دولت شکایت کنند. آیا دولت هم کوتاهی کرده؟ دولت ممکن است کوتاهی کرده باشد، از این جهت که اطمینان حاصل نکرد که قوانین واقعا اجرا می شوند.
و معدنچیان هم از دولت شکایت نمی کنند، بلکه از هر کسی که مسئول بوده از شکایت می کنند. گفته میشه اونا میخوان سو استبان رو برای عرض غرامت 27 میلیون دلاری به دادگاه بکشونن. چقدر فکر میکنید اونا بتونن این مبلغ رو بگیرن؟ نمیدونم. این تصمیمی است که دستگاه قضایی خواهد گرفت. اما آنچه که میتوانم به شما بگویم این است که ما از همان لحظه‌های اول تمام آنچه را که در توان داشتیم به کار گرفتیم. من در اکوادور بودم که خبر حادثه را شنیدم و متوجه اهمیت موضوع شدم. من از وزیر معادن که با من بود درخواست کردم بلافاصله به شیلی برگردد و از مسئولان دیگری خواستم که به محل حادثه بروند. ما بلافاصله عملیات جستجو و نجات را شروع کردیم، نه یک هفته بعد، همان شب. کارمان را با ایمان ادامه دادیم و از تمام منابعی که داشتیم استفاده کردیم. من به بسیاری از دولت‌های دوست از جمله بریتانیا، آمریکا و کانادا تلفن کردم تا درخواست کمک کنم. نهایتاً کمک‌ها بسیار سودمند بود، ولی بگذار چیزی برایت بگویم. تکنولوژی کپسول فینیکس تکنولوژی خود شیلی‌ها بود. مهندسان شیلی آن را ساخته بودند و تکنولوژی خیلی موفقی بود. از شما به دلیل اینکه دستتون تو کار بسیار تمجید شده، ولی شما میدونید که از شما انتقادات بسیاری هم شده. کسایی هستن که میگن ببینید شما خودتون رو با چه موفقیتی همراه کردید و حضور مشهودی تو این جریانات داشتید چون منافع سیاسی برای شما داشته. سارا، درست است. من خودم را متعهد به نجات معدنچیان کردم. 4 بار به محل معدن رفتم قبل از اینکه حتی بدانم آنها زنده‌اند یا مرده. پس این انتقاد منصفانه نیست. It goes to something that people have said about you and the way that your style of government. این چیزی است که مردم راجع به شیوه حکومتی شما میگن. میگن شما عوام‌گرای جدید هستید. از همان زمانی که قدرت رو به دست گرفتید. بعضیا میگن این شیوه خوبی است و بعضی دیگه تردید دارن. اونا میگن شیوه شما به عنوان رئیس یک دولت ائتلافی بیشتر در مورد خود پینیراست. ممکنه شما بخواید استدلال کنید که این شیوه لازمه. ولی شما این ادعاها رو قبول دارید؟ من مردی هستم که با تعهد و اشتیاق با چالش ها روبرو می شود و همه ی زندگی هم همین طور بوده است و حالا هم آن را تغییر نخواهم داد. اما البته در مورد حادثه معدن این یک تلاش جمعی در کل کشور بود. این تلاش دولت نبود بلکه تمام کشور متحد شده بود و من دوست دارم از عده زیادی تشکر کنم. اینجا وقتش نیست، ولی هزاران نفر بودند که واقعا بیشترین تلاششان را کردند تا معدنچیان را نجات دهند. ولی فقط حادثه معدنچیان نبود، بلکه تصمیمات دیگه هم که شما گرفتید. مثلا واکنش شما به زلزله یا بستن یه نیروگاه حرارتی نزدیک به یک مجتمع عصب‌شناسی. آندره زالماندس، سناتوری که از مشاوران مبارزات انتخاباتی شما بود، گفته که رئیس جمهور مقداری حس خوداندیشی داره. کسایی هستن که دوست دارن فرمان بدن و کسایی هستن که دوست دارن کارا رو به دیگران محول کنن. رئیس جمهور دوست داره فرمان بده تا محول کنه. من میگویم این حقیقت ندارد. تنها راهی که با آن میتوان در زندگی به اهداف خود رسید کار تیمی است، ولی اینطور نیست که کار را محول کنم و بعد آن را فراموش کنم. متعهد هستم که آن کار انجام شود و باید بر امور تسلط داشته باشم. این شیوه من است و من به دلیل این شیوهی که دارم انتخاب شدم و فکر میکنم که یک رهبر واقعی باید دستش توی کار باشد، باید متعهد و مشتاق باشد و این روش من در زندگی است. اما یکی از انتقادات اینه که شما به عنوان بخشی از یک ائتلاف انتخاب شدید و پابلو رانگرو، سناتور حزب UDI، یکی از حامیان شما، از شما انتقاد کرده و میگه مشکل اینه که افراد در شخصیت گرایی پروژه های سازمانی رو تضعیف میکنه. او میگه نمیشنوام هیچ حزبی بخواد با دولت ما ائتلاف کنه و این موضوع باقی موندن در دولت رو بسیار پیچیده تر میکنه. از این رو شما شاید 4 سال خوبی رو در دوران ریاست جمهوری بگذرونید، ولی بعد از اون دوباره انتخاب نخواهید شد. من با این مخالفم سارا. بگذار چیزی بگویم. بلافاصله بعد از آنچه پابلو لانگرا گفت 10 رهبر اصلی ائتلاف با آن مخالفت کردند. ولی خب مردم آزادی فکر دارن و باید دیدگاه‌های خود را بیان کنند و من به این احترام میگذارم. ولی فکر میکنم در کشوری مثل شیلی وقتی کسی به عنوان رئیس جمهور انتخاب میشود باید رهبری خود را اعمال کند. او نباید فقط بنشیند و ببیند چطور دیگران کارها را انجام می‌دهند، بلکه باید به امور تسلط داشته باشد و این شیوه من است و آن را تغییر نخواهم داد. You talk about Chile, about
شما در مورد شیلی صحبت می‌کنید، در مورد آینده آمریکای لاتین، و شما مبارزه انتخاباتی خود رو بر این ایده پای گذاشتید که فقر رو ریشه‌کن کنید. ریشه‌کن کردن فقر شدید تا سال 2014 و ریشه‌کن کردن فقر تا سال 2018. از زمانی که انتخاب شدید، همانطور که گفتید، دچار زلزله شدید و بعد هم این فاجعه معدن. میتونید به این هدف بلند پروازانه برسید، ریشه‌کن کردن فقر؟ بله، فکر میکنم این هدفی بسیار بلند پروازانه ولی عملی است و مهمتر از آن این است که ما تلاش میکنیم تا قبل از پایان این دهه به چند هدف بلند پروازانه دست پیدا کنیم. امیدوارم و در این جهت تلاش خواهم کرد تا شیلی بتواند فقر را از بین ببرد، تا بر توسعه نیافتگی فائق شود و تا جامعه‌ای پر از فرصت‌ها و عدالت اجتماعی برای همه به وجود آید. و این آرزوی من است. و تنها به این دلیل بوده است که من 20 سال اخیر زندگیم را در کار دولتی گذراندم. میدانم که در زندگی شخصی میتوانی زندگی راحت تری داشته باشی. اگرچه زندگی بهتری نیست، ولی در کارهای دولتی میتوانی بهترین ایده ها را دنبال کنی و به بهترین هدفها برسی. ولی شما زندگی شخصی بسیار راحتی داشتید. شما چهارمین مرد ثروتمند شیلی بودید. ثروت شما 1.2 میلیارد دلار تخمین زده شده. و شما برای اولین بار کارت اعتباری رو به شیلی آوردید. شما که یک مرد دسترسی هستید، حالا در کاری که انجام دادید از جهات زیادی از سیاست‌های احزاب متمایل به چپ بی‌پرواتر عمل کردید. می‌دانید که اصطلاحات راست و چپ از انقلاب فرانسه شروع شد. طرف چپ کسانی بودند که می‌خواستند سر شاه را بزنند و طرف راست کسانی که می‌خواستند شاه را دوباره بر تخت بنشانند. من می‌توانم ضمانت کنم که نمی‌خواهم سر کسی را بزنم و نمی‌خواهم شاهی را بر تخت بنشانم. ولی این در شیلی امروز به دلیل تاریخ کشور، دیکتاتوری و ژنرال پینوشه مهمه. ببین، من همیشه با دیکتاتوری مخالف بودم، اگرچه آنها اصلاحات قابل ملاحظه ای انجام دادند. ولی به دلیل مسائل حقوق بشر و به این دلیل که من فکر می‌کنم انسان‌ها باید آزاد زندگی کنند و دموکراسی راه طبیعی زندگی بشر است، با دیکتاتوری مخالف بودم. چپی‌ها خیلی وقت‌ها فکر می‌کنند که آنها تنها کسانی هستند که نگران فقر و برابری اجتماعی هستند. این حقیقت ندارد. اگر من 20 سال از بهترین سال‌های زندگی را وقف این کار کردم و اگر تمام خانواده‌ام را متعهد به این وظیفه کردم، به این دلیل بوده است که می‌خواهیم دولتی باشیم که واقعاً در ریشه‌کن کردن فقر، کاهش نابرابری و از بین بردن توسعه نیافتگی موفق شود. و دولت ما در این مورد بسیار با جدیت و استمرار عمل خواهد کرد. هر اتفاقاتی که در چند ماه اخیر روی داده، شما را در چگونگی اجرای این سیاست‌ها تغییر داده؟ بله. من فکر می‌کنم همه را در شیلی تغییر داده است. شما را چطور تغییر داده؟ وقتی که انسان چنان حادثه‌ای را تجربه می‌کند، حادثه‌ای که شروعش یک تراژدی بود و پایانش چنان موفقیت‌آمیز، انسان تغییر می‌کند. حالا من خیلی بیشتر از قبل متعهد به اهداف و برنامه‌ریزی‌های دولت هستم و بیشتر از قبل اطمینان دارم که می‌توانیم به این اهداف برسیم. فکر می‌کنم درسی که شیلی گرفته این است که اگر ما با اتحاد و با ایمان از تمام امکانات، تکنولوژی و علوم استفاده کنیم، موفق خواهیم شد. و در این حال باید وظایف را به تیم‌های از بهترین افراد بسپاریم، چون نهایتاً این مردم بودند که باعث موفقیت شدند. به همین دلیل من خیلی خیلی مطمئن هستم که ما به اهداف دیگری هم در شیلی خواهیم رسید، یعنی ریشه‌کن کردن فقر و ایجاد توسعه. پرزیدنت سباستیان پینیرا، خیلی ممنون برای شرکت در برنامه هارتاک. خیلی ممنون سارا.